تماس نامحدود در سراسر آمریکا. ارسال و دریافت تکست به صورت نامحدود. ارسال و دریافت عکس و فایل به صورت نامحدود بر روی قوی‌ترین شبکه مخابراتی در آمریکا با کیفیت برتر. فقط با پرداخت ماهیانه 49.99 دلار از این سرویس استثنایی بهره مند گردید. لطفاً برای اطلاعات بیشتر و سفارش با شماره‌های 818-317-7554 و یا 310-427-9488 تماس حاصل فرمایید. هدی جان، بینندگان عزیز تلفن زدن و گفتن که یک بار دیگه ما سوالو تکرار کنیم. بله، بفرمایید. اوکی. او بازیگر، تهیه کننده و کارگردان بود. در سال 1348 موفق به دریافت جایزه جشنواره فیلم سپاس به عنوان بهترین هنرپیشه مرد شد. نام او چیست؟ آقا بودا. خب دیگه راهنمایی دیگه نکنیم، بیشتر که بینندگان عزیزمون بدونن که مرد بود و از خیلی فیلم بازی کرد و چند تا هم فیلم هم کارگردانی کرد، چند تا هم فیلم هم چیز کرد، تهیه کنندگی کرد. از فیلم هاش یکی دو تا از فیلم هاشو میگم بهتون. یک فیلمش بود به اسم مردانه بکش، یک فیلم دیگرش بود گرگ های گرسنه. بس دیگه، بگین دیگه، بگی. تمام خطا. بله بله. تلویزیون عصر امروز بفرمایید. الو جانم، خسته نباشید. می‌خواستم جواب مسابقه رو بدم. بفرمایید. فکر کنم آقای بهروز موسیقی بودن. نه متأسفم. نه عزیزم، مرسی از سرایتون، ولی بازم تلفن کنین چون بازم سوال داریم. از کجا زنگ می‌زنین؟ از سیاتل زنگ می‌زنم. خوشحالم صداتون رو میشنوم، ولی بازم دقت کنین به برنامه، باز هم مسابقه خواهیم چون یه سوال دیگه هم داریم. مرسی عزیز. بله خب دوستان عزیز، میخوام بازم یه راهنمایی دیگه بهتون بکنم، ولی بهتره که این هنرپیشه توسط شاپور یاسمی در حقیقت به سینما آمد و بازم راهنمایی بکنی. سوال نباید سخت‌تر، سوال سخت‌تر از اینو دوستان همه جواب دادن درسته هفته های پیش. بله، باز هم از دیگر فیلم هاش فیلم گدایان تهران، فیلم خوشگل خوشگلا، باز از دیگر فیلم هاش میگم خیلی فیلم بازی کرد، خیلی زیاد، و گرگ های گرسنه هم که گفتم 11 فیلم رو کارگردانی کرد. غیر از این که 10 فیلم بازی کرد، 11 فیلم کارگردانی کرد که همون گرگ های گرسنه هست، عشق و انتقام هست، اینا فیلم هایی هست که کارگردانی کرد. خوشگل خوشگلا، من فکر نمی کنم آقای بهروز وثوقی فیلمی رو کارگردانی کرده باشن. چرا، مثل که اواخری انجام دادن دقیقا. بله. یادم نیست، ولی میدونم میتونم بریم حالا در تقریب. بله. گدایان تهران، عرضم به حضورتون جهنم به اضافه من، اینا فیلم هایی دیگه با همه رو گفتیم دیگه. بگین دیگه، بگین بگین، جایزه ببرین، جایزه خوبی هم داریم، همه خطا روشن شد. بله. حالا دیگه مثل که میتونین بگین. بله. تلویزیون عصر امروز بفرمایید. سلام عرض کردم. سلام نباشید. متشکرم. جواب مسابقه فکر کنم ایرج قادری باشه. نه متاسفانه. نه عزیزم، مرسی از تماستون، ولی بازم باشین، بازم مسابقه داریم. از کجا زنگ میزنی؟ از نورتالی بود. آه شما همون خانم اولی هستین. بازم باشین، بازم بالاخره شما امشب برنده میشین. حتما برنده میشم. ان شاء الله. مرسی. ایرج قادری هم نبود دوستان عزیز، بهروز وثوقی هم نبود. مرسی. تلویزیون عصر امروز بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام. متشکرم. مرسی. فکر کنم اگه تو هم بیکمون بری نبودم. نه عزیزم، مرسی از تماستون. از کجا زنگ میزنی؟ بیک ایمان وردی هم نبودن. بله. تلویزیون عصر امروز بفرمایید. خانم سلام عرض میکنم. سلام عزیز جانم.
خسته نباشین. من فکر میکنم که پرویز قادری بود. نه متاسفانه. پرویز قادری داریم؟ منظورتون ایرج قادری بود؟ من دارم بخوام ایرج قادری. نه اون خانم قبلی فرمودن. نه عزیزم ایشون هم نیست. اتفاقا این یکی از هنرپیشه هایی بودن که واقعا دیگه معروف‌تر از این نمیشه اصلا. نمیشه. حالا بازم گوش کنیم برای مسابقه بعدی. چون یه مسابقه دیگه هم داریم. بله. مرسی عزیز. مرسی. اون یکی خطه. تلویزیون هست امروز بفرمایید. سلام علیکم. سلام. می‌خواستم جواب مسابقه رو بدم. بفرمایید. این آقای فردین بودن. براوو. براوو. باریکلا. آقای فردین. خب از کجا زنگ میزنی شما؟ از کجا زنگ میزنی؟ من از ونکوور صحبت میکنم. ونکوور کانادا. شما گوشی خدمتتون باشه. این دوست عزیز ما خانم ملینا تلفن ونکوور کانادا صحبت میکنم. شنیدیم. گوشی خدمتتون باشه. گوشی خدمتتون باشه. شماره تلفن و آدرس مشخصاتتون رو بدین و براتون هدیه‌تون رو بفرستیم. گوش خدمتتون باشه. بله دوستان عزیز، این هنرپیشه جواب بدین بعدم. خب میخواین جواب بدین که بعد زندگی فردین رو بخونیم. تلویزیون عصر امروز بفرمایید. نمیدونم آیا گفتن یا نه. شما چی گفتی؟ شما گفتی محمد علی فردینه. بله خودشه ولی دیر زنگ زدی. آقای قبلی گفتن از ونکوور کانادا. مرسی عزیزم. مرسی. تلویزیون عصر امروز؟ نه دیگه قطع شد. خب دوستان استندبای باشین برای مسابقه بعدی. حالا اجازه بدین از فردین عزیز نازنین بله. بگیم که سلطان قلب ها. بله خدا جان محمد علی فردین، او در 15 بهمن ماه 1309 در تهران به دنیا آمدن. ابتدا به ورزش کشتی روی آورد که به مقام قهرمانی نیز رسید. قهرمان وزن پنجم تیم ملی کشتی آزاد ایران بود و برنده مدال نقره و وزن پنجم در مسابقات جهانی کشتی آزاد در سال 1333 در توکیو شد. او فعالیت سینمایی خود را با فیلم دوقلوها به کارگردانی شاپور یاسمی در کنار ناصر ملک مطیعی آغاز کرد. سپس چشمه آب حیات، فردا روشن است و چندین فیلم دیگر که بین سالهای 1338 تا 1344 بازی کرد. اما در سال 1344 و بازی در گنج قارون به اوج شهرت رسید که بعد از آن نیز فیلم‌های دیگری را بازی کرد که میتوان به میادگاه خشم، یاقوت سه چشم، مردانه بکش، سکه شانس، حاتم تائی و بسیاری دیگر اشاره کرد. او در سال 1341 هنر کارگردانی خیش را نیز آزموند و با کارگردانی فیلم گرگ‌های گرسنه به رده کارگردان موفق سینمای ایران پیوست که در این رهگذر نیز 11 فیلم به نام‌های گرگ‌های گرسنه، عشق و انتقام، خوشگل خوشگل‌ها، گدایان تهران، حاتم طلایی، سلطان قلب‌ها، حاتم تایی معذرت می‌خوام، سلطان قلب‌ها، قصر زرین، جهنم به اضافه من، قصه شب، فرار بزرگ و پرواز آسمان‌ها، بر فراز آسمان‌ها را کارگردانی کرد. معذرت می‌خوام. خواهش می‌کنم. خسته شدید؟ که آره. او در ضمن نویسنده فیلم‌های قصه شب، سلطان قلب‌ها، یعنی سناریوی این فیلم‌ها را نوشت. قصه شب، سلطان قلب‌ها، حاتم تائی، خوشگل خوشگلا و عشق و انتقام نیز بود. در زمینه تهیه فیلم هم تهیه کننده فیلم های گرگ های گرسنه، خوشگل خوشگلا، سکه شانس، جهنم به اضافه من، قصه شب، فرار بزرگ و بر فراز آسمان ها بود و صاحب استودیوی فیلم برداری فردین هم فردین فیلم بود. فردین فیلم هم بود. او یک بار ازدواج کرد
و از تنها همسرش صاحب 4 فرزند شد. متاسفانه بعد از انقلاب مانند بسیار دیگر از هنرپیشگان آن زمان خانه نشین شد تا آنکه در بامداد روز 18 فروردین 1379 در سن 70 سالگی دیده از جهان فروب است. یارانش در سوگش چنین گفتند. جمشید مشایقی چی گفت؟ جمشید مشایقی دیگر هیچ کس به محبوبیت فردین نخواهد رسید. عزت الله انتظامی فردین محبوب تر از همیشه مرد. ایرج راد او یک پدیده بود. یک مرد خدا، یک مرد عشق و یک مرد وفادار به زن و زندگی. بله، این همین وفاداریش به زن و زندگیش که فقط یک بار ازدواج کرد، اونم در زمان جوانی، اصلا قبل از اینکه وارد سینما بشه ازدواج کرد و با همون همسرش هم موند. خدا جان وطن پرستم بودن، فوق‌العاده. آدم یعنی مؤمن به کارش، به اعتقادش، به عقیدهش و به هر تقدیر چون اول ورزشکار بود. بله، و هنرپیشه‌ای رو پیشه خود کردن، معمولا ورزشکارا یک روحیه بسیار صادقی دارن. دقیقاً، ایشون هم همینطور خیلی حساس میدونین و این بر تقدیر محبوبیتش در همینا بود دیگه. بله. و تونست و همیشه هم نقشایی رو بازی میکرد که با روحیه اصلی خودش تطبیق میکرد، روحیه جوانمردی. هرگز نقش منفی بازی نکرد. بله. هیچ پیشنهادی رو برای پذیرفتن نقش منفی در هیچ فیلمی نپذیرفت. بله. و برای بچه های اتاق فرمان ازتون خواهش میکنم فیلم های بیشتری ازش پخش بکنین با صدا که دیگه صدای ما نباشه و آهنگ هاشم پخش کنین. یه چند دقیقه دوستان عزیز با فردین باشیم و که ما هم لذتشو ببریم. ما لذت ببریم. بله. بله. با فردین باشیم. با فردین باش. غم و غمزار اومدم، عشق شیرین اومدم، سال فرها اومدم. منم که دل شاد اومدم، بی غم و آزاد اومدم، عشق شیرین اومدم، تو سال فرهاد اومدم. شب ای دست تو Yeah.
میری باد میکنی یه ای تو دماغ بیچاره آخ